می‌فرماید در سوره روم آیه 21 و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از نشانه های خدا اینه، برای شما زوج قرار داد. برای چی خدایا این کارو کردی؟ اجازه بدید خود خدا توضیح بده. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. شما باید تو خونه چی رو اصل قرار بدید؟ اصل میشه چی؟ محبت؟ نه. اصل میشه لذت؟ نه. اصل میشه منفعت؟ نه. اصل میشه زاد و ولد؟ نه. اصل میشه آبرو، اعتبار و حیثیت اجتماعی؟ نه. اصل چی میشه؟ لتسکنوا الیها، برای اینکه شما در کنار یکدیگر به آرامش برسید. هدف خانواده آرامش. سرمون رفت، آرامش نباید تو خونه از بین بره. اول آرامش. وقتی شما فواید خوب دیگه زندگی خانوادگی رو گذاشتی اول، همه چی به هم ریختی، همه چی نابود شده. مثلا شما گفتی اولین فائده خانواده محبته، الان ما میبینیم تو همین آیه قرآن هم محبت هست، ولی محبت رو اول نیاورد. میفرماید محبت هم من به شما میدم، محبت هم بین زن و شوهر باید باشه، ولی شما ببینید محبت رو بیارید جای آرامش. به خاطر محبت آرامش همدیگر رو به هم میریزن، بعد نه محبت میمونه نه آرامش. مثلا لذت رو آدم بگذاره جای آرامش، بگه آقا من لذت جنسی برام اول بوده، یا نه راحت رو، آدم تو خونه راحته دیگه، راحتی رو بذار جای آرامش، چی میشه؟ نابود میکنی خودت و خانوادت. راحت من میخوام باشم، بعد برای اینکه راحت باشی آرامش طرفتو از بین میبری، تو دیگه راحت هم نخواهی بود. چیزی که مقید میکنه همه رفتارهای ما رو، چیزی که مقید میکنه اهداف دیگه و فواید دیگر رو که در زندگی هست، آرامش. آرامش نباید به هم بخوره. همه چی با حفظ آرامش، همه چی بعد از آرامش، همه چی بعد از. خانوم میخواد انتقاد کنه از شوهر، آقا میخواد انتقاد کنه از خانوم، آرامش به هم نخوره. بگو حیف، من میخواستم یه حرف درشتی یا یه حرف درستی. من لذت جنسی برام اول بوده، یا نه راحت رو، آدم تو خونه راحته دیگه، راحتی رو بذار جای آرامش، چی میشه؟ نابود میکنی خودت و خانوادت. راحت من میخوام باشم، بعد برای اینکه راحت باشی آرامش طرفتو از بین میبری، تو دیگه راحت هم نخواهی بود. چیزی که مقید میکنه همه رفتارهای ما رو، چیزی که مقید میکنه اهداف دیگه و فواید دیگر رو که در زندگی هست، آرامش. آرامش نباید به هم بخوره. همه چی با حفظ آرامش، همه چی بعد از آرامش، همه چی بعد از. خانوم میخواد انتقاد کنه از شوهر، آقا میخواد انتقاد کنه از خانوم، آرامش به هم نخوره. بگو حیف، من میخواستم یه حرف درشتی یا یه حرف درستی.